به حالو خوش آمدی جانا که نقل مجلس آن قصه های شیرین است امو قلم مجموعه دوازده داستان کوتاه نوشته عبدالحسین وجدانی قصه چهارم دیوار کوتاه یکی از دانشمندانی که گمنام زیست و کس ندانست که کیست میرزا عزیز خان مدیر مدرسه ما بود رادمردی بود رازکار و درست کردار و این راستی و درستی در همه رفتار و گفتار و کردار و او نمایان بود هرگز کلامی دور از موازین ادب بر زبان نراند و هیچگاه رفتاری ناهنجار ننمود به ادبیات فارسی و فرانسه احاطه کامل داشت ناطقی توانا بود و در فرصت های مناسب پندهای شایسته به شاگردان میداد. از جمله روزی در آغاز فصل زمستان دو هیزم شکن با ضربه های تبر یکی از درختان سپیدار باغ مدرسه را که خشک شده بود از بیخ برف کندم و برای سوخت بخاری ها خورد کردند. زنگ تنفس که بچه ها با قوقای نشاتانگیز کودکان جفتک چارکش ماچلوس و اکردوکر بازی می کردند تنین تک زنگ سکوت آن جنجال و حیاهو را یک باره به سکوت محض مبدل کرد این از ابتکارات آقای مدیر در استقرار انضباط و اعمال نظم در اداره مدرسه بود هر وقت تک زنگ سکوت به صدا در می آمد هر کس هر جا بود بی حرکت و ساکت می ماند آنگاه آقای مدیر به مناسبتی نطخی می کرد و همه را مسحور سخنان نقض و دلنشین خود می ساخت. که در آن دوران کودکی و بیخبری و بازیگوشی لذت شنیدن نوتخای او آن هم با آهنگ گرم و رسای مخصوص به خودش به مراتب بیشتر از خوشی و کیف بازی برای من بود. از پای تا سر همه سم و بسر می شدیم. آن روز نیز آقای مدیر طبق معمول پس از یکی دو صرفه کوتاه برای صاف کردن سینه به سخن درآمد و نخست این ابیات را از ناصر خست رو به طرز شیوایی برخاند نکوهش مکن چرخ نیلوفری را برون کن ز سر باد خیر سری را چطو خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را آنگاه به درخت از پاد در سپیدار اشاره و با آهنگی رساتر و معکدتر این دو بیت را به قول امروزی ها دکلمه کرد. سپیدار منده است بی هیچ چیز از را که بگ زیده مستکبری را بسوزند چوب درختان بیبر سزا خود همین است مرد بیبری را ارزش هر موجود از جماد گرفته تا نبات و حیوان منوط به بهره و سودی است که از او آید می شود و از این جهت سنگی و گیاهی که در او خاصیتی هست از آدمی به که در او خاصیتی نیست انسان اشرف مخلوقات است به شرط آنکه متصف به صفات انسانی باشد اگر دانشمند به علم خود عمل نکند نه تنها وجودش مفید نیست بلکه چه بسا موجودی خطرناک و زیان بخش برای جامعه خواهد بود کما اینکه بشریت و تمدن بارها ضرر و زیان این نوع دانشمندان بدخواه را دیده است یعنی همه کسانی که برای کشتن انسان و تخریب آبادیها ها، وسائل و ابزارهای جهنمی اختراع کرده اند. چنین عالمی را در اصطلاح فرانسوی ژنی مالفتر میگویند یعنی نابغه بدکار و الحق که جهل از آن علم بود بسیار پس دوشادوش کسب علم و دانش در تذهیب اخلاق هم بکوشید تا دانشمندی شرافتمند و در جامعه عضوی ارجمند شوید انشاالله آقای مدیر در فن تعلیم و تربیت و دانش روانشناسی نیز مبتکر و صاحب نظر بود از جمله به دستور وی سنو هزار آفرین صد آفرین و آفرین به رنگ گوناگون برای شاگردان اول و دوم و سوم و هر کلاس چاپ و بر آنها این سبیت معروف از نظامی که در نصیحت به پسرش سروده است مندرج بود قافل منشین نه وقت بازی است وقت هنر است و سرفرازی است دانش طلب و بزرگی آموز تا به روز روزت از روز میکوش به هر ورق خانی تا معنی آن تمام دانی آقای مدیر همه شاگردان را پس از پایان امتحانات سلس و امتحانات آخر سال در محوطه مدرسه گرد می‌آورد و پس از نطخ شایسته ای آن بلیتا را به شاگردان ممتاز طبق صورتی که خان نازم به صدای بلند اسامی آنها را می خوان به دست خود به صاحبانشان اهدا می کرد و برای هر یک از آنها شاگردان دیگر مخصوصا تنبلها کف مرتب می زدند میرزا الله خان انسانی بود کامل عالمی عامل و بالاخره مدیری با تدبیر سخنانش از دل برمی آمد ولی چرا بر دل می نشست اهل فضل و دانش بود و همین گناهش بس از مال دنیا بینوا بود و از جهت معاش در تنگنا. نا مردم نادان که فلک به آنان زمام مراد می دهد به سبب دانشی که داشت به وی حسادت می و رنجش می داشتن. او دلداده ی تعلیم و تربیت بود و خدمت به فرهنگ را برای کسب جاه و مقام و مال و منال وسیله نساخته بود به کار خود ایمان داشت و به پیشه خیش ایقان ریا و تظاهر در کارش نبود روزی مفتش وزارت معارف با یک دنیا تکبر و تبختر به مدرسه ما آمد و بی مقدمه با میرزا عزیزالله خان چخیدن گرفت و به اصطلاح پیچیدگی کرد که چرا ساعت فلان درس کم یا زیاد است میرزا عزیزالله خان از آنجا که طبع برد بار و حلیم او بود با متانت و گوشاد روی پاسخهای شایسته میداد به حکم آنکه اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش به نرمی دل بجوید ولی در مقابل جناب مفتش بر جسارت می افسود و مدارای مدیر را از کوچکی او و بزرگی خود می و از این رو چهار اسب بروی می میتاخت به حدی که کاسه تحمل میرزا عزیزالله خان لبریز شد نعوذ بالله من قذب الحلیم دلیری تو فزون شد زبورد باری من بسا تعمل بیجا که خاری آرد بار بانگی چون کوس براورد که جناب مفتش محترم وزارت جلیله معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه آیا خود حضرت مستطاب عالی از این دروس که نام میبرید اساسا چیزی میدانید یا اینکه فقط اسم آنها را توتیوار یاد گرفته اید شما برای ارزای شهفت ریاست فروشی خودتان دیواری از دیوار ما کوتاهتر پیدا نکردی؟ این را گفت و از ریاست مدرسه استعفا و تنها به کار معلمی اکتفا کرد. یکی دو روز بعد همان مفتش مدیر تازه ای برای مدرسه آورد. ندانستیم که از بستگان خود او بود یا از وابستگان به مقامات عالیه. دیگر میرزا عزیزالله خان فقط معلم بود و بس هرگز به اتاق مدیر قدم نمی نهاد. زنگ تنفس را در کلاس می و مطالعه می کرد و پس از تعطیل مدرسه بلافاصله فاصله به سوی خانه خود می اما بچه ها او را مدیر می و با وجود آمدن مدیر تازه کماکان او را آقای مدیر خطاب می کردن. و آنچه تذکر می داد که من دیگر مدیر نیستم فقط معلم هستم سودی نمی بخشید مدیر تازه وارد به زودی نشان داد که تازه کار است و ناآزموده و بدتر از همه بیمایه و از دانش بی بهره حرف زدن عادی خود را نمیدانست تا چه رسد به آنکه مانند آقای مدیر نطخ کند بینظمی سراسر مدرسه را فرا گرفت و اوضاع سخت نابسامان شد پس خان نازم به مدیر جدید توصیه کرد که دست از آستین برآورد و ریشی به جنباند تا بیش از آن بچه ها ریش خندش نکنند. مدیر جدید که در کار خود سخت وامانده بود با عجز و زبونی نالید که چه خاکی به سرم کنم من که از پس این بچه گرک ها بر نمیام زنگ سکوت رو بزنید و نطخی بکنین که دوره مدارا تموم شده و برای اینکه زهر چشمی گرفته باشین محکم به فراشا دستور بدین بسات فلکه رو بیارن و یکی از بچه ها رو فلک کنید تا اونه دیگه حساب کار خودشونو رو بدونن من فلک کنم؟ این قدم وحشت نداشته باشین کلاس اول ابتدایی یه بچه هست به اسم روح الله مثل بره مطی و سربراهه صداش کنین و بهش عمد کنین که فلک بشه اون وقت بچه دیگه تکلیفشون رو میفهمن رولا چهره زرد و اندامی نحیف داشت هیچ وقت بازی نمیکرد و همیشه مثل جوجه شپه شک گرفته در گوشه کز می کرد کم حرف میزد و هرگز نمی خندید صدایش آنچنان ضعیف و بیرمغ بود که به گوش نمیرسید. طفلک گویی شیرسوز شده بود زنگ تنفس که بچه ها سرگرم بازی بودند، صدای تک زنگ بلند شد بچه ها قرق در تعجب شدند که مگر مدیر تازه میخواهد نطخ کند همه در محوت گرد آمدند و فراشان بسات فلک را آوردند مدیر جدید با آهنگی ناخوش و نارسا به عباراتی سست و سبک و لحنی نفرت انگیز و خنک به نطخ درآمد من تا حالا صبر کردم ببینم خودتون حیا میکنین یا نه اما میبینم تا نباوشد چوبتر فرمان نبرد گاو خر اینه که آقای نازمی که از شما رو صدا میکنن که فلک بشه تا بدون یه مندوق چقدر کره میده به حضرت عباس عظیم ببد هر کدومتون جیک بزنین زیر شلاخ سیاه و کبودتون میکنم در این موقع خانه نازم با ترشرویی و صدایی ناخوش و خشن درست برعکس آن وقتها که اسم بچه ها را برای گرفتن بلیت آقای مدیر اعلام می داشت بادی در گلو انداخت و فریاد کشید روح الله رنجور روح الله که هرگز دست از با خطا نکرده بود سخت یکه خورد دلش کباب شد و به گریه درآمد مدیر که اشکان تفلک معصوم را دید قوی گشت و آتشش تیزتر شد آمرانه فرمود گریه فایده ای نداره بیا جلو اشک کباب باعث تقیان آتش است روح الله که خود را بیگناه میدانست گریه را قطع کرد و با لحن قاطع جواب داد من کاری نکردم که فلک بشم خانه نازم که دید این یکی هم علم تقیان برافراشته نزدیک او شد و در گوشش با زبان نرم و محبت آمیز گفت ببین رو, رو لاخان من میدونم که تو کاری نکردی اما بر اینکه که اونای دیگه عبرت بگیرم بارو فلک شو و چند تا شلاق بخور عوضش یه بلیت هزار آفرین بهت میدیم روح اندکی فکر کرد و گفت فلکی یک قلم نمیشه اما محص خاطر شما حاضرم کفت بخورم یه دونه اونم خیلی یواش خانه نازم به التماس گفت آخه روح الله خان دیگه بسات و فلک رو پنگ کردن کسی دیگه هم که حاضر نیست فلک بشه باز خودت کمیشه پسر خوبی بودی روح الله سخت برا شد و فریاد کرد اهه دیواری از دیوار من کوتاهتر پیدا نکردیم خان نازم چشمانش از تعجب گرد شد و دهانش باز ماند سغلمهی به پهلوی او زد و با دندان قروچه زیر زبانی گفت با چه زلیش الهی اینو دیگه از کی یاد گرفتی؟ روالا با گردن فرازی و افتخار به صدای بلند جواب داد از آقای مدیر.